سلام عرض کنم خدمت خانم امامی عزیز هستیم، امیدوارم حالتون خوب باشه. سلام عرض میکنم خدمت شما و عزیزانی که این مصاحبه رو میبینن یا میشنون. متشکرم. یه اکران خصوصی خیلی خوب و فکر کنم کلی مهمون. بله واقعا من خیلی سورپرایز شدم، خیلی همه چی تموم و کامل در حد خود فیلم. یه سریال چند وقت پیش بازی کردید، مردم فکر کنم خیلی دوست داشتن، کلی انرژی مثبت بهتون دادن، کلی کامنت‌های محبت آمیز برام میگید. محبت شماست، خیلی ممنون، مرسی. ولی واقعا مردم خیلی دوست داشتن. سریال لژیونر بود که از شبکه 5 پخش شد و بازخورد خیلی خوبی داشت. یعنی مردم که منو میدیدن همه میگفتن، این در مورد سریال ازم سوال میکردن که چی میشه، چه اتفاقی میفته، و این اتفاق خوبی بود. یعنی میدیدن و درگیر داستان شده بودن. خدا رو شکر. الان مشغول به چه کاری هستید؟ در حال حاضر مشغول بازی در سریال از یادها رفته هستم، کار آقای بهرام بهرامیان هست. یه سریال تاریخیه. بعد برای کدوم شبکه مشخص شده و زمانش؟ بله تا اونجایی که من میدونم، البته شما میدونین دیگه خیلی چیزا ممکنه عوض بشه و این اتفاقا بیفته، برای شبکه 1 هستش، ماه رمضان انشالله. یه مقدار برگردیم عقب، اولین کاری که کردید و اصلا چطوری وارد این عرصه شدید؟ من افتخارمه که کلاس های استاد سمندریان رو زمان حیاتشون ثبت نام کردم و از اونجا شروع کردم و از همونجا به خانم چیستا یثربی معرفی شدم و سال 89 اولین کار جدی من توی تئاتر جشنواره تئاتر فجر بود که یه کاری داشتن خانم یثربی به اسم اتاق تاریک و من افتخار این داشتم که اونجا بازی کنم. الان سینما و تلویزیونمون چطوریه؟ برای من که خوبه، خدا رو شکر. من یه سینمایی کار کردم بین این دوتا کار، بین کار سریال لژیونر و این سریال به اسم آتش و قداره که احتمالش هست که به اسم داشاکل تغییر نام پیدا کنه. کار آقای محمد عرب هستش که با امید خدا فکر کنم سال آینده بعد از فکر کنم ماه رمضان اکران بشه. خیلی تشکر میکنم از شما. مرسی، واقعا ممنونم از شما. مرسی، خدا رو شکر. Go!